أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. برادرای عزیز، شخصانی که صاحبی زن هستی، این سپارش پروردگار برای تمام مردهایی که صاحبی زنن، چی الحال صاحبی زن شدن، چی پیشکی صاحبی زن بودن، این سپارش برای همه ما و شماست. و عاشرهن بالمعروف، آن زنهایی که شما در خانه دارین، آن زنهایی که شما نکاح کده گرفتین، پروردگار می فرماید که با این زنها معامله خوب باید داشته باشی، با این زنها باید قواق کشاده داشته باشی، با این زنها بسیار یک صحبت های نیک داشته باشی، با این زنها مثل چگونه که رسول اکرم با زنهای خود حزلگویی ها می کردن، با زنها تان حتی که باید که شما حزلگو باشی. و عاشرهن بالمعروف، شما با زنهاتون زندگی خوب داشته باشید. فا این کرهت و مهن، حتی که پروردگار میگوید اگر مبادایی که از دست زنها شما ناراحت شدید، اگر مبادایی که این زنی که تو به خانه میاری زنی باشد که گفگردانی داشته باشد، زنی باشد که کیبانوگی نداشته باشد، زنی باشد که لباس شوی خوب نباشد، زنی باشد که پدر و مادری تو در اگر خدمتگار نباشد، در این اسنا هم در دوام آیت هم چگونه ای که امروز جوان ها دست به طلاق میزنن، در حال پروردگار رخصت نمیدهد که شما در همین خیل حالت هم زنهاتون طلاق دهید، بلکه ابغض الحلال الالله الطلاق است. این حلال است، طلاق کردن حلال است، لیکن بدترین حلال ها و سوی پروردگار است. بسیار یک گویم عرش پروردگار را در لرزه میارد زمانی که مرد زن خود طلاق میدهد. در این خیل حالت ها هم ببین، اگر هست الحال همون زنهای گویم که بی آداب، زنهای کبگردان، زنهای که خدمت مردها را نمی کنند، امروز خیلی زیاد است، لیکن اسلام، لیکن محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک میگد لا یفرق مؤمن مؤمنتن این کریه منها خلوقا رضیه منها آخر. لا یفرق مؤمن مؤمنتن، گفتن ای مردها، شما دانین که خداوند شما را قوت دیگر دادگیست، بین قوت شما از قوت زن فرق میکند، یعنی در آن کاری که جسم شما تاب دارد، جسم زن تاب ندارد، قوت ندارد. ای مردها، آن عقلی را که خدا به شما داده است، آن عقل به زنها دادگی نیست. از این خاطر رسول اکرم تأکید میکند که مبادایی که اگر در زندگی تو این ناخوبی ها پیدا شد، این ناآرامی ها پیدا شد، تو با این قوه مردی خود، با این عقل پره خود در حال غضبناک نشو، یعنی در حال غضبناک نشو. لا یفرق مؤمن مؤمنتن این کریه من اخلاقن، اگر یک اخلاق ناخوب برای شما نشان داد که وجودش تو را ناراحت هم که کرد، تو در حال غضبناک نشو، رضیه منها آخر. زیرا ممکن که خیلی زنی باشد که تمیزی خوب نداشته باشد، یعنی زنی باشد که شاید زبان درازی کند، لیکن دیگر کاری دارد که باز دیگر کارش تو را راضی بگرداند. از این خاطر اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقا و خیارکم خیارکم للنساء. رسول اکرم گفتن ای جوان ها، گفتن از همه بیشتر در بین شما ایمانی که مکمل است، ایمانی که از همه در ایمانی بلند است، ایمانی با قوت ترین ایمان، ایمانی کیست؟ ایمانی همون مردی است که اخلاق حمیده داشته باشد، خلق خوب داشته باشد، در خاندانش رفتار خوب داشته باشد. حضرت گفتن ما با زنها من زندگی خوب داریم، ای امتان من، ای پیروان من، با زنهاتان رفتارهای خوب کنید. در بین زنهای پیغمبرم بود، بعضی گویم پستی و بلندی ها میگفتگی ها وجود داشت، لیکن حبیب خدا هیچ وقت
نسبت اونها. حتی در حدیث آمده است که رسول اکرم در حیاتی که زندگی با این 23 سالی که با زنهای خود یک جای بود، بار هم دست شب برداشتگی و یک زن شب با چپات زدگی نیست. یعنی در حیات رسول اکرم زدن نسبت زن تماما وجود نداشت. از این خاطر است که ما و شما را جوانای عزیز، برادرای مهربان، پیغمبر خدا تأکید میکند که در زندگیتون بسیار زندگی شیرین انجام دهید، زندگی نشان دهید که در چهره زن تو هم تبسم باشد، در چهره تو هم تبسم باشد. حتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان بیان کردند که حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن. بین جوانای عزیز، ما و شما دوست می‌داریم که کستون و بروکی خوب داشته باشین، خب توپی ها یا تاقی های فسان داشته باشین، کرته های زیبا داشته باشین. رسول اکرم گفت وقتی که تو بازار می‌روی برای خودت لباسی خوب وقتی خریداری می‌کنی، در گردن تو گفت باز حق وجود دارد. یعنی این حق این است که برای زن تم لباسی نو بخر، برای خودت خریداری کردی، وجود خودت زیبا کردی، وجود خودت آرا و تارا دادی، از زنت فراموش نکن. این الحمدلله که این حق زنها، این بزرگی زنها کدام زمان پیدا شد؟ زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث و پیغمبری شدند، زمانی که قرآن نازل شد، از همان زمان این زنها حقوقها پیدا کردند. تا پیش از اسلام زن هیچ حق و حقوقی نداشت. بگد در تاریخ ها میخوانیم چه در یونان قدیم، چه در استرالیا، این دولت ها را نام میگیرن که زن به حیث چیز بود. این همین پیاله چیز است، نمی چیز از خواهم میشکنمش، خواهم میفروشمش، خواهم مثال یک کسا هدیهش میتونم. این همین زن میگد به حیث چیز بود، یعنی میخواستی در عوض قرضت میدادیش میرفت، میخواستی پیشش بکردی، یعنی هیچ ذره هیچ حقوقی نداشتن. در یونان قدیم میگوید همین مرد با زن در یک طبق خوردنش اجازت نبود. یعنی مرد میخورد تمام میکرد، باقی مانده طبق مرد بعد چیزی که تعامانه در پیش زن میگذاشتن. یعنی زن هیچ قدر قیمتی نداشت. وقتی رسول اکرم مبعوث به پیغمبری شدن، وقتی اسلام آمد، لکه الحمدلله که این زنهای ما و شما قدر پیدا کردن، قیمت پیدا کردن و شخصیت و انسان بودن اونها بعدا ظاهر شد. ما میتونیم به آیت های نحل، سوره های نساء اگر نظارت کنیم، در همون جمع برای زنهای پیش از اسلامی خداوند خبر دادگی هست. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. این الله خودش حکایت میکنه قرآن ده که انسان ها خبردار باشین که وقتی که در خانه جوان، اگر گویم که سعید اگر صاحب دختر میشد، اگر یک رفیقش میآمد میگو برادر سعید، تو در خانه دختر پیدا شده است، مرا سیوانچی بوده، مرا حدیه بوده، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الله میگوید پیش از اسلام این مرد چنان غضبناک میشد که در خاندان من دختر پیدا شده است. یعنی این دختر یک مایه شرمندگی بود، یک مایه ننگ عار بود که در خانه ای که اگر دختر تولد شود. الحمدلله که ببین در زمان حاضر ما و شما بعضی هم آثارهای پیش از اسلامی ماندگی هست. در بعضی خانه جوانان ما و شما دختر تولد شود، بعضی بچه های ما و شما ناراحت می شود که ای اکو بچه تولد میشید، ای خوب بود از دختر دار، مشاو غمگین اگر دختر بزادی، که در دختر بود پیوسته شادی. از آن نگار از دختر آمدن تو غمگین نشو، و یکون تو عقل تا خوردگی هستی که این دختر و بچه در نزد پروردگار است. مراجعت کن به سوره شورا. سوره شورا در پروردگار میگوید که دختر و بچه را من میدهم. اینا به هیچ طبیب و به هیچ شخصیت تعلقات ندارند که بعضی جوانای ما و شما از دختر آمدن در خاندانش خیلی ناراحت می شود، خیلی غمگین می شود. انا همین حق و حقوق هم زنهای ما و شما امروز از پشت اسلام پیدا کردن. حتی حبیبی خدا گفت وقتی تو بازار می روی یا وقتی که کجای می روی لباسی نو برای خودت خریدی، برای زنها تانم لباسی نو خرید، لباسی خوب خرید. لیکن جوانای عزیز، من در تمام موعظه ها گفته بودم و می گویم
که ما مردم مسلمان، ما مردم تاجیک لباس داریم، لباس های ملی خود ما نداریم. اگر شما با سخنرانی جناب عالی امام علی رحمانو خدا در عمر جانش برکات دهد، خیلی آبادی های زیاد کرده ایستاده است، اگر سخنرانی هم ایشان اگر خوب گوش اندازین، همون هم میخواهد که همین لباس های ما و شما لباس های فرق کننده باشد، لباس های ملی داره ما و شما. امروز اکثر همین زناهایی که بیچاره نه ارگان های داخلیش، نه ارگان های امنیتش، نه ملاها پیش راش گرفتن میتونن، همش از همین اصحاب های لباس های نادرستی که دختر خواهر ما و شما میپوشد از همین ها هست. باور کنین خواهر ما و شما وقتی یه لباس میپوشد، امروز خیلی دیده استیم که دخترهای ما و شما لباس های مردها را پوشیده ایستادن. کرته ای که ما داریم در بدن خواهرمون هست، بروکی که ما میپوشیم در همون وجود خواهر ما، در تن خواهر ما و شما پوشیده است. وقتی وای میپوشد کرته ما را، وقتی میپوشد بروکی ما و شما را، تمام وجود او در بیرون نمایان است. همین مرده که نباشی شهوتت کشاده میشود. هر یک انسان نظر کن، نظر کن در همون دیدن برابر اون جوان چی میشود؟ جوان بی‌طاقت میشود، جوان از پس همون میشود. خواهر نخواهر مجبوری است، خواه به خواهش او است، او را حتمی زنا میکند. عاقبت چی میشود؟ عاقبت شرمندگی در خانه دختردار، عاقبت کشاکشی، عاقبت به زندان بردن و دیگر رخ میدهد. لیکن از این لباس ها رسول اکرم من کردن جوانهایی که در گردن من لباسی زن شرط از تأمین کردنش، لیکن نه این لباسی که امروز میپوشند، این لباس ما و شما گناهگار میشویم. این سخن خداست. اگر چندی در چندین معرکه ما را گفتن امی در باب لباس صحبت نکن، در باب چی صحبت کنیم؟ لباس صحبت نکنیم، عرق نوشی را صحبت نکنیم، بی نمازی را صحبت نکنیم، کدامش را صحبت کنیم؟ آمده همین آش خوردن این پهلوانی است. آمده از همین جا مثال گویم دسترخان جمع گیر کرده بردن، همین است حق ما؟ نه، این نیست. باید که ما امروز اون چیزی که پروردگار سفارش داده است، این سخن من نیست که من ترسم از کسی، این الله سفارش میدهد، پیغمبرش سفارش میدهد. وقتی نزد عایشه صدیقه مادر ما و شما یک گروه زن ها آمدن، این گونه لباس نداشتن، این لباسی که امروز پوشیدن، که این لباس بسیار لباسی است که عاقبت این خواهر و دخترهای ما و شما را دوزخ میبرد، این گونه لباس نبود. اون لباس ها از این لباس خیلی فرق داشت. چی گفت؟ وقتی آمدن زیارت کردن مادر ما و شما را، حضرت عایشه گشتن به طرف این دخترها، گفت ای خواهرها، این کنتن مؤمنات فلیس هذا بثياب المؤمنات. اگر شما دعوا کنین که ما مسلمانیم، دعوا کنین که پدر و مادر مسلمان داریم، و خدا قسم این لباسی که دربر کردین، این لباسی زنی مسلمان نیست. بین باور که کدامت چی وظیفه داره چی غیر وظیفه، کدامت میخواهی که دخترت بیره باشد، کدامت میخواهی که دخترت دست دست مرفت چای همون بیگانه باشد؟ هیچ کدام ما نمیخواهیم که. میخواهیم دختر ما زندگی خوب داشته باشد، خانه آباد داشته باشد، فرزندای خوب داشته باشد. من دروازه را تختک کرده در آمده از خانه او یک چینی شوربا خورم، خب از زندگی او یک چیز بهره برم، خرسند شم که خواهر من یا دختر من زندگی حلال دارد. برای این آسان است. امروز حکومت ما را اجازه میدهد، حکومت ما زید این نیست که ما و شما نگذاریم دخترها ما را که فقط و فقط مثال لباس های همون تاجیکی ملی و اسلامی را بپوشند. امروز الحمدلله برای ما و شما رخصت دادگی هستند.